توفان شو و کاخ ستم برکن، آتش بر نظم کهن افکن، دیوار هراس و هزار بشکن، توفان شو و کاخ ستم برکن. همونطور که در بخش خبر هم اعلام شد، روز دوشنبه 13 آبان همزمان با سالگرد حمله دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358 به سفارت آمریکا و گروگانگیری 444 روزه برخی کارمندان اون، وزارت خزانه‌داری آمریکا، بالاترین مقامات و سرکردگان رژیم و نزدیکان خامنه‌ای از جمله مجتبی پسرش به همراه تمامیت ستاد کل نیروهای مسلح رژیم و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه آخوندها رو در لیست سیاه تحریم‌های این کشور قرار داد. اما اشاره ویژه خزانه‌داری آمریکا به تحریم ابراهیم رئیسی برای چیه و این تحریم‌ها چه پیامی دارند در رابطه با تعادل قوا در منطقه و قیام مردم عراق و لبنان؟ امروز در خدمت دکتر سینا دشتی هستم، پزشک متخصص و فعال سیاسی، تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم خدمتتون دکتر سینا دشتی. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و باز هم در خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید آقای دشتی. سلام از من خدمت شما و شنوندگان گرامیتون و بسیار متشکرم از این وقتی که در اختیار من گذاشتین. در خدمت هستم، بفرمایید. خواهش میکنم آقا دشتی. خبر خوبه که این هفته از طرف آمریکا اعلام شد این بود که تحریم‌های جدیدی علیه خود خامنه‌ای و بستگانش از جمله پسرش مجتبی اعمال کرده بود آمریکا. میخواستم ازتون بپرسم که این تحریم‌ها از چه اهمیتی برخوردار هستن؟ به عنوان سوال اول آقا دشتی. سوال اول واقعا سوال بسیار گسترده‌ای هست. خب این تحریم‌ها اگر بخوایم پیشینه‌شو بگیم، این تحریم‌هایی هست که روی خامنه‌ای به طور مشخص اعلام شد در تیم‌های گذشته و الان زیر اون چتر اون تحریم که گفته بود افرادی که در رابطه با خامنه‌ای باشن شامل تحریم خواهند شد، زیر اون چت این افراد که متعلق به دفتر خامنه‌ای و افراد نزدیک به اون هستن و مشاوران عالیش هستن و همچنین پسرش که به عنوان وزیر دربار خامنه‌ای عمل میکنه و حتی بهش خودم ممکنه که جانشینش باشه، این افراد هم وارد این تحریم شدن که واقعا از بسیاری جهات بی سابقه است که یک تحریم هایی به صورت فلش کننده وارد یک هسته رهبری که در جمهوری اسلامی هست به طور واقعی این تحریم ها روش عمل بشه. خب مثلا شما رو باید کسایی که توش هستند از گلپایگانی که رئیس دفتر خامنه ای، مجتبی که الهی بمیره و رهبری رو نبینه و اون با حرف مردم ایران رو ما میزنیم، چیز جدید نگفتیم، این آقای به قول معروف رئیس جلادا به نام رئیسی که الان نفری که قوه قضایی هست که واقعا تنها بخش صادقانه حکومت همینه که قضایی در ایران چیزی جز جنایت و جرم جنایت نیست، اینا و یا مثلا بعضی نفر بزرگ سپاه مثل رشید که از نفرات مستقیم برنامه‌ریزی و اجرای حملات موشکی به عربستان سعودی بوده، یا اونور ولایتی که در حقیقت بهش میگن مشاور عالی در امور خارجی که واقعا بیشتر نقش وزیر خارجه است، یعنی وزیر خارجه اسد میومد ایران یا اومده بیشتر با ولایتی دیدار میکرد تا با این مالکش اعظم، و حداد عادل که هم سالیان سال از نزدیکان خامنه‌ای بوده و نسبت خانوادگی هم داره و در رابطه با پروژه های اجتماعی و فرهنگی و اینکه بخواد کمبودهای خامنه‌ای به عنوان یک مرجع رو پر کنه از طریق کانال هایی مثل این شبهای شعر یا نوخونینا، حداد عادل توی این دستگاه خیلی نقش داره. همزمان یکی از مسئولین مالی دفتر خامنه‌ای یا رسولان در ذهنم نیست که اونم رفته توی این لیست هستن. دو چیز خیلی جالبه، یکی این که در توضیح که وزارت خارجه برای این لیست گذاری داد در رابطه با ابراهیم رئیسی توضیح میده که این یکی از اعضای کمیسیون مرگ بوده که در رابطه با تعیین سرنوشت هزاران زندانی، تاکید میکنن روش هزاران زندانی، نقش داشته که اعدامهای فراقضایی اونها رو در سال 88 اجرا کرد. این 67 خودمون دیگه 67 خودمون این اولین تاکید یک نهاد رسمی مثل وزارت خارجه یک ابرقدرت مثل امریکا در رابطه با کشتار سال 67 از زندان سیاسی مجدد مبارز ایران هست که به نوعی تایید میکنه
مسئله که ما در مقاومت و اپوزیسیون سالنسان روش دست میذاشتن که کشتار 67 جنایت ضد بشریه و اینا به عنوان اعدام های فراغذایی هزاران زندانی سیاسی ازش نام میبرن. این خیلی مهمه، یعنی نشون میده که تلاش های مقاومت ایران و بسیار نهضت ادارت جویی برای قربانیان سال 88 به یک نتیجه جدی رسیده. به خاطر اینکه ما در این سالها متاسفانه لطمه شدید از سیاست مماشات خوردیم، بیشتر دولت‌ها اساساً چشمشون رو بسته بودن به وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران، به طور مشخص قتل عام سال 67 هجری و 88 میلادی خودمون. این یک نقطه مشخص. نقطه دومش مسئله افرادی که بینا گفتن که اینا در نقش بسیار مستقیم داشتن در تروریسم جهانی. من غلامعلی رشید که از فرماندهان سپاه پاسداره، از فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است و یکی از گردن کلفت‌ترین نفرهای نظامی رژیم هست در رابطه با این قرارگاه خاتم الانبیا که اصلا یک کانگلومریت بزرگ اقتصادی هست. در رابطه با مسئله دیگه، مسئله مشتبه است که مشتبه اگه شما دواجزش روشین همشه یه بحثی تو ایران بودستش که این قرار مرجع بشه نشه، که این چیزایی که خواستن بسش میگن ربطی نداره به مسئله حکومتی، فقط داره درس میخونه توی حوزه. ولی با این لیست گذاری یک به طور جدی این پرده های تبلیغی و ریای رژیم رو سیاست امریکا پایین میکشه که ده ما میدونیم با قضیه دستیم چی اصلا حکومت اصلی ایران دست این سیستم است. این به نحوی از آنها به طور فلج کننده این هستی مرکزی دور خامنه ای رو هدف قرار میده. این تا اونجا که من میتونم عرض کنم خدمت. درسته. میخواستم من این سوال رو ازتون بکنم که چرا وزارت خزانه داری آمریکا اشاره ویژه داره روی ابراهیم رئیسی در واقع این لیست گذاری؟ اشاره کردید شما بهش، ولی آقای دشتی سوالم این است که علارغم این که مقاومت ایران خواهان این هست که آمریکا مقاومت ایران رو به رسمیت بشناسه و هنوز این کار رو نکرده، چرا در رابطه با قتل عام سال 67 موازه این چنینی میگه؟ یعنی این دوتا رو چجوری ما میتونیم توجیه کنیم که از یه طرف نمیخواد به رسمیت بشناسه ولی از طرف دیگه مثلا روی قتل عام سال 67 تاکید داره و به ویژه روی ابراهیم رئیسی که یکی از قضاتی که در اون کمیسیون مرگ شرکت داشتن انگشت میذاره روی این؟ و این تناقض است که خود وزارت خارجه امریکا باشه جوابش بده تا ما، چون حقیقتش واقعاً ما که به قول معروف البته همچین مهم نیست که بعد به خود ما بخوام از موضع فردی و گروهی و مقاومت تعریف کنیم. بالاخره مسئله منافع مردم ایرانه. وقتی میگیم به رسمیت شناختن مقاومت، خب این یعنی علل قاده امضا گذاشتن زیر حکم سرنگونی رژیم است و این فکر نکنم هنوز اینقدر شجاعت در این سیستم جهانی باشه که بخواد وارد این قضیه بشه. از یه لحاظ مسئله رئیسی مهمه، چون رئیسی به نحوی ممکن بود این برداشت بشه که رئیسی ممکنه جانشین بعد خامنه‌ای باشه. به نظر من بیشتر این نقشش مهمتر هست از داستیاسی که گفتن هم پسرش هم جانشینش. البته اونایی که خامنه‌ای رو خوب می‌شناسن می‌دونن که این اینقدر انسان رذلی است که حاضر نیست حتی برای رئیسی مایه بذاره و احتمالاً همه چیزو تلاش می‌کنه که به دست مجتبی بسپاره و بره. ولی تا همین نقطه‌ای هم که وزارت خارجه امریکا این موضع‌گیری رو کرده، بسیار قابل تشویق هست، قابل حمایت هست. مسئله بسیار مهمی رو مطرح کرده، مسئله کشتار سال 67 بالاخره بعد از 30 سال که تلاش میشد روش خاک پاشیده بشه و اصلا فراموش بشه و خط رژیم و خط لابیای رژیم این بود که اصلا این مسئله رو کم بکنید. ببینید مثلا رژیم خطش از چند بار مثلا یه وجهش این نبوی واقعا میام میگفت آ فراموش کنید چی شد اصلا مسئله اصلا کسی چیز نداره. یه وحشش اون تواب تشنه به خون مجاهدین مستاقی بود که اول از این قدم شروع میکرد که آمار 30,000 تا درست نیست، از این قدم شروع میکرد. بعد میخواست زیر پای مقامات جایی بزنه، اول از آمار شروع میکرد بعد به جای دیگه میرسید. خب این خطوطی که الان رژیم داشته پیش میبرد زیر سایه مماشات، الان یک وزارت خارجه امریکا، حالا شما هر چقدر بگید این رئیس جمهور عوض بشه نشین، این وزارت خارجه امریکا اومده این رو به عنوان یک سند حقوقی چیز کرده که این فرد در این جنایات شرکت داشته. یعنی ببینید این یک به حساب رسمیت شناختن مظلومیت مقاومت ایران و مجاهدین و فرزندان مردم ایرانه. خب به طبع عوارض سیاسی بعدش رو نمیشه از الان پیش بینی کرد، ولی تا همین نقطه‌ش هم بسیار مثبته
ولی با این تاکید مجدد که کس نخواهد پشت ما جز ناخن انگشت ما، سرنگونی رژیم وظیفه است که به عهده مجاهدین و مقامات ایران، کسی دیگه به طور جدی در این صحنه نیست. درسته. آقا دشتی، آیا این تحریم ها فقط نماد سمبولیک دارن؟ چون یه جای من داشتم گوش میدادم یک خبری رو، خیلی تاکید داشت که این فقط به عنوان سمبولیک هست، و آیا قابل پیگرد و اجرای شدن هست این تحریم ها؟ والا من متوجه نمیشم چی بشه فقط بشه گفت سمبولیک. بالاخره شما نکنید یک بحث اقتصادی عظیمیه. ببینید میگن ثروت خامنه‌ای بالغ بر 200 میلیارد دلاره. سرمایه مثل خون در گردشه، یعنی اگه سرمایه گردش نکنه، این سودیای ضرب المثل دارن میگن که سرمایه اگه گردش نکنه، معذرت میخوام، عین انبار کوده، فقط بوش میاد، هیچ نفعی به جایی نمیرسونه، باید پخش بشه تا اینکه میگنده در واقع. آره دقیقاً. یعنی شما نگاه، وقتی حجمی به این عظمت میگه سرمایه خامنه‌ای هست و این باید در بانک‌های مختلف بچرخه تا اینکه به اصطلاح وارد پروژه هایی بشه، حالا این پروژه ها چه اقتصادیه، چه سیاسیه، چه صرف اختلاسی، هرچی هست، وقتی این افراد در این لیست تحریم هستن، بانک های نه فقط بانک های امریکایی بلکه سیستم بانک های جهانی روی مسئله دارن. شما هم الان مثلا اخبار مالزی بود که حساب بانک های ایرانی رو توی مالزی مورد توقیف قرار دادن. خب نمیتونه صرفا سمبولیک باشه. اینکه اثرش تا چه حد هست به صورت بلافاصله، یعنی آیا فردا مثلا به ورشکستگی، نه اینجوری نیست. نمیخوام بگم به این صورت، اینا بالاخره دولتن امکانات دارن، تلاش میکنن راههایی رو پیدا کنن برای چرخ زدن این تحریم ها. ولی همزمان که این تحریم ها هست، همزمان که تحریم خرید نفتی هست، همزمان که خط مماشات از جانب اروپا به تپ هر چیز ضعیفتر میشه، و اینکه با توجه به خودزنی های رژیم در رابطه با برجام بیشتر یک لحن انتقادی اروپایی تا یدی بالا گرفته، به نظر نمیاد که فقط این رو میشه فقط به عنوان یک سمبولیزم سر مصادره کرد و اهمیت اون رو کم شمرد. من موافق نیستم، ولی سمبولی بره از لحاظ سیاسی بسیار مشخصه، خیلی پیام سیاسی مشخصی داره، عواقب اقتصادیش خب نه من دانشش رو دارم مصرح توضیح بدم، ولی به نظر نمیرسه که بدون درد باشه برای خامنه ای. چون شما نگاه کنید تبلیغات رژیم اساسا رو این هست که هر بحثی رو میگن آقا تحریما رو بردارید تا ما بتونیم هم حرف بزنیم. یعنی مهمترین اجندای رژیم در رابطه با مسائل بین‌المللی اینه که تحریما رو یه جوری چیز کنه، پس داره اذیتش میکنه، داره فشار بهش میاره. خود نماینده مجلس میگه که آقا ما از شرایط جنگ زمانمون بدتره، درسته نمیتونه سمبولیک باشه صرفا. من اعتقاد ندارم. درست. آقا دشتی، با توجه به اینکه رژیم ایران خب الان توی مسئله قیام مردم عراق و لبنان توی تنگنای سختی قرار گرفته، این تحریما چه ارتباطی پیدا میکنه با قیام مردم عراق و لبنان و کلا منطقه؟ خب اگر که بخوایم نگاه کنیم، مهمترین بحثی که این اگر یادتون باشه مصاحبه مشهوری همین حسن نصرالله داشت، میگفت که ما همه چیز اون از ایران میاد، غذا، لباس، هر چی هست، از پول، هر چی هست از ایران میاد. ببینید با توجه به ماهیت قرون وسطای رژیم، اگرچه که نقطه شروعش یک توهم انقلابیگری اسلامی بود که انقلاب اسلامی چیز کنیم، ولی در مواجهه با واقعیات نیروهایی که وفادار به رژیم موندن اساسا روی پول حرکت میکنن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. یعنی اینا پول دستشون باید برسه تا اینکه سینه بزنن زیر این علم کتل آخوند دست چندوی مثل خامنه ای، بهش بگن رهبر مسلمین جهان. مجانی نیست، این چیزا هزینه هایی بوده که از جیب مردم ایران داشتن غارت میکردن و به مزدورانشون در حزب الشیطان و هشت الشه وحشی و یمن و افغانستان و افریقا و هر جای دنیا ببینید که یک لجنگاه فاندامنتالیستی رژیم توش داشته تزریق میکرده سیستم مالی خودش رو. خب وقتی که نتونه این سیستم چرخی مالی که میگم با اشکال طرف داشته، اولا از اینپوت، اولا که پولی توش بیاد بخاطر که نفت صادر نمیشه، ثانیا اختلاس هست، ولی خب دیگه وقتی مایه داری میکم میشه این پولا رو میخوان چیکار کنن، بعد بخوان چجوری نقل و مکان بکنن. رفتا مثلا بوده که آره پولا رو کامیونی و تریلیوار مثلا تو عراق می‌خواستن بالا پایین کنن، حالا با این وضعیت عراق، با این وضعیتی که توی منطقه هست، دست رژیم برای تغذیه حزب الله بازتر شده یا بسته‌تر شده؟ مشخص بسته‌تر شده.
در نتیجه کنترلش روی این نیروها هم کمتر میشه و جانشین سازی نیروهایی که از دست میرن براش مشکل تر میشه. به شوخی یکی از دوستان میگفت میدونید که چرا بعد از تحریم لبنان و عراق حزب الله و اینا قیاما شروع شد؟ چون وقتی پول نفت بهشون نرسید نتونستن کاری بکنن. مردم ایران پول نفت هیچ وقت بهشون نرسیده، براشون فرقی نمیکنه تحریما بیاد نیاد، ولی برای این مزدورا براشون خیلی حساس شده قضیه. و حزب الله چند وقت پیش حقوقای لشکرای مزدورش رو کم کرده بود، نصف کرده بود و بعضی رو مرخصی که فرستاده بود، یا اینکه هشت الوحشی نیروهاش رو مثلا در غرب عراق متمرکز کرده بود. به طور کلی این یک فقط تنگنای اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه بیشتر از هر چیزی این حکم مرگ ولایت فقیه به مثابه یک سیستم جهان شمول از راه سیاسی شون می‌کنید. سیستم ولایت فقیه از روز اول گفته من به صدور انقلاب زندم. یکی از این چند رست لاریجانی گفته ببینید علت شکست انقلاب روسیه این بود که خط تروتسکی رو پیش نرفتن، فقط توی خود محوطه روسیه خودشون رو سرگرم کردن و این علت اصلی شکست انقلابشون بود. در که ما باید به صدور انقلاب دست بزنیم تا زنده بمونیم. اگر که به این نقطه برسه که خلعیت بشه رژیم از عراق و از لبنان و به تبع سوریه، ولی عراق مهمترین شه، ببینید اصلا از کل فلسفه وجودی ولایت فقیه و سپاه پاسداران زیر رحمت سال بالفعل نه بالقوه میره که بچه اصلا باشه دیگه. اگه قرار نیست که انقلابی ساده بشه ولی فقیه بشه میخوان، چون همین ولی فقیه میگه کنید اگر یکی از این تایتلاش چیزش این رهبر مسلمین خارج کشور، اگر مسلمین خارج کشور نخوان اینو از خودش مسلمین داخل کشور که فکر نکنم شاید باشه خوبی داشته باشن، مسلمین خارج کشور هم بخوان. و الان این رابطه بعد چون اصلا جالبی که این قیامی که در مثلا در عراق هست از هم مناطق شیعه نشینه. این نشین با یک دجالیت خاص تلاش میکرد تا شیعه رو معادل خودش قلمداد کنه. اگه کسی شیعه است پس مال رژیم. این طرف هم متاسفانه جماعت ساده نگر، سطحی نگر، مغرض یا روشن فکر نما بودن که اینو تاکید میکردن که تا اسلام هست تا شیعه است مردم بدبختن فلان. الان شما دقیقا بطلان تمامی این توری های دوزاری رو در خیابان‌های عراق با خون و جون مردم می‌بینید. طرف میگه من به عنوان پیام حسین اومدم اینجا بگم که ایران اخراج اخراج، عراق آزاد آزاد. کجا؟ کربلا، نه سامره، نه حتی نجف، کربلا. یعنی دیگه اونجایی که نقطه اوج دجالگری رژیم بوده. و ببینید شما اگه با عراق تماس داشته باشید واقعا یک اشغال جدی بوده از جانب رژیم. مثلا که از دوستای عراقی من میگه آقا مال بصره است، میگه اصلا تو ادارهای بصره همه فارسی صحبت میکنن رئیس اداره ها، و اگه فارسی بلدن بودی کارت پیش نمیاد. و اینقدر با تحقیر با ما صحبت میکنه، اینقدر با تحقیر با ما چیز میکنه. یعنی رژیم ارسال وقتی که آقای برمر عمل بسیار لنینیستی نابود کردن دولت رو در بعد از اشغال ایجاد کرد و دولت عراق رو منهزم کرد، نه فقط نظام سابق رو از کار انداخت بلکه دولت رو مزمل کرد، اصلا همه چیز رو تلتیر کرد رفتن که واقعا نشون داده شد که چه سیاست مخربیه. خب کیا پر کردن جا رو؟ کیا تونستن سازماندهی کنن، سیستم سازی کنن؟ نزدیک همون موقع نزدیک بیش از 30,000 نفر از نیروهای سپاه قدس از دولت جمهوری اسلامی داشتن پول میگرفتن توی لیستی که مجاهدین افشا کردن. باز این فقط لیست دست مجاهدین بود، کل قضیه نبود. خب اینا الان به این نقطه رسیدن که مردم عراق در نفی طایفه گرایی، در نفی فرقه گرایی، در نفی تفرق و نفاقی که رژیم داشته در پیاده میکرد به عنوان سیاست رسمیش، یه دفعه از مرکز اصلی شیعه قیام کردن. حالا درسته که این قیام هنوز ادامه داره، قیام کبیری، هنوز به قول معروف رژیم نتونست اینو کامل سرکوب کنه، ولی خطش خط سرکوبه با خط ترور فعالین و رهبران این سیاست داره حرکت میکنه. یعنی میرن رهبر این جنبش های مردمی رو شناسایی میکنن و به قتل میرسونن، ترورهای سیاه. و این در این چند روز رقم است نزدیک 1,000 نفر رو اینجوری کشته رژیم. خب خطش اینه که این قیام به هر طریقی سرکوب کنه و سرش رو زیر آب کنه، و اینکه حالا این کارش تا چت پیش بره یا نره. ولی کل این قیام مردم عراق به قدری قوی هست، به قدری پرقدرته که اگر که رژیم دست به کشتار عظیم نزنه توانمندی این که از جلوگیری کنه رو نداره.
با شارلاتان بازی و دجالگری و شامورته بازی نمیتونه از پس این قضیه در بیاد. این چیزی است که آدم الان میبینه. اینکه رژیم آیا میخواد کشتار کنه یا نکنه، به نظر من میخواد. این یه بحث دیگه است. ولی در سوریه نشون داده که از ریختن خون 500 هزار نفر هم ابایی نداره و همچکار خواهد کرد. ولی مهمترین چیزش اینه که منابع مالی یک جنگ طولانی مدت در عراق اصلا نداره. یک. دو، یک دست نیست. تمام دستگاه دستش نیست. چون همین الان امریکا به طور جدی یک هشدارکی داده که آقا روز اول ساکت بودن، نمی‌دونن قضیه به کجا میچرخه. الان با مقاومت مردم و بودنشون تو خیابون، اینا یه هشدار به دولت عراق دادن که حق کشتار غیر نظامی رو نداری. به روز اول همه ساکت بودن، هیچی نمیگفتن راجع به، ولی الان یک هشدارکی زدن میان. یعنی چی؟ بالاخره یک محدودیتایی هست. مثلا بافت عراق بالاخره هم تسنن هست، دوش هم شیعه هست، هم اکراد هستن، هستن، و این تمام نیروشو گذاشته بود برای کشتار نیروهای مخالف و باست زیر پوشش بسیار مشکوک داعش و اهل داعش و فلان اینا به کشتارهای فجیع در مناطق غربی عراق دست میزد، افراد تیکه پاره میکردن، همین هشت و شب اینا، و واقعا کشتار عظیمی از مردم و جوانه اونجا رو انداختن. حالا این دستگاه قطع شده، یعنی این پرده از دست رفته که اینا بخوان خودشون پشت داعش پنهان کنن. الان خود هشت الشعبی هست و خود مردم عراق و آدم و اینا ماهیت جنایتکار این نظام ملایی به قول عربا، یعنی نظام ولایت فقیه و افندی رو خیلی به طور جدی لمس میکنن و لمس کردن. آقای دشتی، رژیم چه واکنشی نشون داده نسبت به این تحریم که اخیرا اعلام شده از طرف آمریکا؟ والا تا اونجا که من میدونم هنوز گیجن. چند روز بگرم میرزن چی میخوان بگن. خب میگم محکوم کردم فلان بزنه، ولی ضربه خیلی جدی از این حرف هاست. یعنی رژیم اصلا نتونست از موضوع قدرت حرکت کنه چیزی بگه، باز آه و ناله و شکایت و چیز، ولی ببینید رژیم اساسا هیچ عمل جدی در مقابل قضیه انجام نداده. تنها کاری که کرده یکی مدید میگه در رابطه با مسئله اتمی که به قول معروف خودزنی کرده، ولی موضعش خیلی ضعیفه، خیلی پایینه. یعنی وقتی سخنرانی امام جمعه رو گوش میدیم همه شکایت که مجاهدین این کارو کردن، اینا به عهده مجاهدین، اینا تصمیم گیری میکنن، مجاهدین دارن سیاست گذاری اینا رو میکنن، اینا چجوری به ما میگن تروریست، اینا که خود مجاهدین اونجا هستن. یعنی علارغم همه این مسائلی که به قول شیرازی هم میگن شیر دهنشو سوزونده پوت ماست میکنه، امریکا تحریم کرد اینا رو به مجاهدین پوش میده. خود دلیلش چیه؟ تحریم خودش این نقطه میبینه. اون خودش میگه که اون تحریم به خودی خود زیاد فشار هست، ولی باز سرنگونش نمیشه. ولی اون که میتونه از شرایط مساعدتر استفاده کنه برای اینکه خط سرنگون رو پیش بره، اون مقاومت و اون تشکیلات مال مجاهدین است. اونا هستن که این کارو میکنن. این رژیم خودش خوب بود. اون جنجال توییتری که میخواستن را بندازنم در واکنش به همین تحریما بود نه؟ والا من در چیز نیستم. این رژیم خیلی جالبه، کاراش خیلی جالبه. میاد از طرف میگه توییتر ممنوع، تلگرام ممنوع، ولی برای خودمون حلال، برای بقیه حرام. بعد فیلتر میکنه. حتی این وضعیتی خیلی جالبه. من نمیدونم والا، حتی خب مشخصا باندهایی از این حکومت و به قول ارباب مماشات در سایه انتخابات امریکا اینا فعال هستن، میخوان بالاخره یه جورایی این مسئله جوری نفر رژیم بچرخونن. ولی به نظر من با توجه به مجموعه شرایطی که ما داریم میبینیم در داخل ایران، در منطقه، و روشن شدن یا گرم شدن موتور ژئوپلیتیک علیه رژیم، این مسائل دیگه به قول معروف دیگه تموم ماجرا. حالا دیگه هر چی نمیخوام بگن بگن. اون نیروهای خارجی در رابطه با یک مبنای داخلی مثمر ثمرن. الان مبنای داخلی یعنی وجود کل رژیم در منطقه زیر علامت سوال رفته. چه کار با هواداران رژیم در باربار اسلاوین و این زالوهای سیاسی امریکایی یا اروپایی بخوان انجام بدن وقتی که هزاران هزار جوان عراقی دارن لنگ کفش میزنن به عکس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و اساساً گذاشتنش در مقابل یک سناریوی بسیار دهشتبار که باید از عراق جمع کنه بره. نتیجه به نظر من واکنش رژیم فوق العاده ضعیف. یعنی هیچ چیزی نداره بگه. چی کار باید بکنه؟ چه برگیری رو تو مقابل قضیه باز کنه؟ مثلا تحریم کنه خانواده ترامپ و
تحریم کنیم لباساشو نخرید اصلا لباسا دخترشو نخرید ولی بیشتر واکنشه که رژیم نشون میده آقای دشتی بیشتر برای حتی کسانی که به سمت این رژیم سمپاتی خیلی خیلی کمی هم داشته باشن یا خیلی زیاد حتی نشون میده که یعنی اثبات میکنه در واقع که مجاهدین دشمن رژیم هستن و خیلی روی این اصرار میکنه و واقعا دیگه نمیدونم داره به سیم آخر میزنه که حتی حساب توییتری مثلا دفتر رئیس جمهور فرانسه رو میاد به صورت فیک میاد درست میکنه و از طرفش میگه که مثلا مجاهدین از فرانسه به زودی اخراج میشن. یعنی فقط تاکید مکرر روی این داره که مجاهدین دشمن نظام هستن، یعنی تنها دشمنشون مجاهدینه. آره دقیقاً این نقطه میخواد بگه، میگه بقیه میشه باشون کنار اومد. یعنی شما رو در تمام این دنیا خیلی پیچیده نیست که نه. چند تا بحران های منطقه‌ای و بین‌المللی اینا هست، بالاخره بعد از یه سال دو سال سه سال می‌بینی افراد دو سر این طیف بحران دارن با مذاکره میکنن، خیلی منطقیه. ولی هیچ کس نمیتونه به این نقطه برسه که مثلا یه روز مجاهدین با رژیمشون مذاکره کنن، اساساً در ذهنی که از میگنجه اینو محاله. چرا؟ چون که ما حقیقتش صرف یک بحث سیاسی نیست، صرف یک بحث به قول ما سلیقه‌های مختلف سیاسی نیست. این ناشی از اینه که ماهیت رژیم جمهوری اسلامی اینقدر ارتجاییه، اینقدر عقب افتاده و اینقدر قرون وسطایی هست که در هر کنش و واکنش معمول سیاسی، نه در رابطه مجاهدین، اصلا مجاهدین حذف کن، در رابطه با نیروهایی که یه کمی مدرنیته باشن، مثلا در حد نهضت آزادی، حتی در اون تقابل هم آب میشه و خودش خواهد باخت. یعنی اتفاقا من خواستم مقایسه کنم شرایط رو، ببینید می‌خواستم شرایط لبنان و شرایط عراق که یک کمی هژمونی رژیم 100% نیست، چجور شکاف باز میشه برای قیام. چجوری سیاستمدارای مختلف مسیرهای مختلفی میرن و به تبع این چادر سیاه اختناق رو پاره میکنه. ولی توی ایران اون بخش از حکومت که متهم به اصلاح طلبی هرچی بهش میگن، این دقیقا مشخصی بخش از خود رژیمه، چون هیچ وقت نخواسته در تو با قیام یک واکنشی غیر از واکنش ولی فقیه داشته باشه. یعنی مقایسه کنید، مثلا نگه کنید تنها توی لبنان سعد میاد استعفا میده، میگه آقا من درسته با شما بودم ولی دیگه به اسم من مردم رو نکشید. این دست و پای رژیم رو توی لبنان میذاره تو هنا. یا توی عراق یک حالتی شده که به قول معروف یه سری از رهبران مستقل یا چهره سیاسی مستقلتر اینا دارن انتقاد میکنن به زعفرانی یا بقیه که آقا میخواین چیکار کنید، ولی از اون مردم میگه آقا جان کل این سیستم باید عوض بشه، ما نمیخوایم اینو. در اینکه در جنبش های اجتماعی ایران که در ایران روده اون بخش اصلاح طلب همیشه در نهایت مدافع سپاه بوده، همیشه در نهایت مجیزگوی ولی فقیه بوده، همیشه در نهایت ضد منافع مردم عمل کرده، حالا جنگ منافع و قدس رو داشته باشن. این که میگه مجاهدین، چون بالاخره اون نقطه ای است که میگه آقا بود و نبوده، یعنی آخرین مجاهد و آخرین پاسدار در یک نقطه باید به حسب همدیگه اقدام کنند، یا اینه یا اونه. این دیالکتیک حاکم بر شرط سیاسی ایرانه، چون تضاد بین کهنه و نو تضاد قابل چشم پوشی نیست، تضاد بین اینکه ما یه گذار تاریخی داریم در ایران و در جهان اسلام واقعا که روی این کانال الان سوار شده، الان ایران به عنوان کشور پیشرو اسلامی این تضاد رو داره حل میکنه، تضاد دو اسلام، یک اسلام ارتجایی، یک بینش دموکراتیک، یک اسلام ضد زن، یک اسلام برابر خواه. نمیشه هم خمینی چی بود هم به حقوق زنان اعتقاد داشت. وقتی به حقوق زنان اعتقاد دارید دارید خمینی رو نفی میکنید. نمیشه این دوتا رو با هم سازش داد. نمیشه به اعدام معتقد بود و با رژیم مرزبندی بود، چون اعدام شیوه حیات رژیمه، یکی از پایه‌های حکومتش هست، اصلا وجود با اعدام زنده است، این ضحاک دوران. نمیشه با شکنجه مخالف بود و با این رژیم وارد لیلیرالای سیاسی شد. نمیشه. اگر با این رژیم موافقه باشی باید چکندشو بپذیری، باید اعدامشو بپذیری، باید ضد زن بودنشو بپذیری تا آخر خط رو ببرن. یعنی شما نگاه کنید تمام این نیروهایی که میانه بازی کردن در نهایت جز به تایید این حکومت به کجا رسیدن؟ رفتن شدن بخش از نیروهای ذخیره این حکومتی و سوختن، تموم شدن، از بینم رفتن و سرنوشت سیاسیشون با فضاحت پایان یافت.
شدن بخش از نیروهای رژیم. ولی وقتی نفی میکنید این رژیم رو، در هر نقطه‌ای که این رژیم رو به طور واقعی نفی بکنید، بغل دست مجاهدین خواهید ایستاد، حتی به طور غیر رسمی. مثلا نیازی نیست که مثلا همه مجاهد بشه، اصلا چیزی نیست، اصلا بحثی نیست. ولی شما اگه به طور واقعی با این رژیم مرزبندی بکنید، تضادتون به عنوان یک نیروی سیاسی با مجاهدین چندان جدی و عمده نخواهد. ممکن اختلاف سلیقه‌ای باشه، میگه آقا من قبول ندارم اینو، یعنی آره قبول ندارم، بیرا قبول ندارم، قبول ندارم، ولی نمیاد وارد بحث بشه که آره اون کسی که بگه مجاهدین از رژیم بدترن، مال خود رژیمه، تبلیغات رژیمه، یعنی نفع نه که بگم مستقیما خیرش شاید مستقیما، ولی همه حاصل و دستاوردشون مثلا تو جیب رژیم. چون به طور واقعی این دوتا نیرو در دیالکتیک صحنه سیاسی ایران روبروی هم دیگه واسطن، هر دوتاشون در بقول ما در رابطه آنتاگونیستی به سر میبرن، یکی شما یکی دیگه شو کامل نابود بکنه تا بقا داشته باشه. امیدواریم که، من مطمئن هستم که رژیم بازنده خواهد بود. خب با خوشبختانه به طور مادی دیدیم که علارغمی که این رژیم فقط با کشتار مجاهدین تونسته، ببینید کشتار 67 60 خمینی رو تثبیت کرد، کشتار 67 رفسنجانی و خامنه‌ای رو، اون باند زوج رو تصویب کرد، چیز کرد. موقعی که امریکا اومد و خلسلا کرد مجاهدین رو، این حکومت از بحرانای اون جنگ و اون دوران گذشت و روش خاتمی و اینا سوار کردن به قول معروف و این دستگاه رو بردن. الان که نمیتونن مجاهدین رو به طور عام قتل عام بکنن توی لیبرتیز، این چه بدبختی زنسوشون شد. اگر شما یه لحظه فرض کنید توی شرایط مثلا مجاهدین تو عراق در دست رژیم بودن و توان دفاع نظامی از خودشون نداشتن، الان شما فکر کنید یه دونه مجاهد زنده بود تو راه؟ نه، چون الان دستش نمیرسه، چه بحرانی توش ریخته، چه فشاری روش اومده که نمیتونه این تضاد از خودش روی سر مجاهدین خالی کنه. حالا هر چی میخواد، خب به طب الان هر نقطه که میگه، هر نقطه بیشتر فشار که بهش میاد، دست میگه آقا این قاتل من، این دشمن من، اینه. هر کی شما میخواین، یعنی چی؟ یعنی که میخوام با من دشمن کنی، من با شما هم معامله میکنم که مجاهدین کردم. بهای مبارزه با خودش رو تا این حد میبره بالا، چون مردم میدونن چه خبره. شما اسم مجدد باشه تو ایران دیگه چی؟ داغ داغی. امیدواریم که پایان پیدا کنه این حکومت و مردم ایران و مردم منطقه. ما همیشه میگیم آقای دشتی که رژیم واقعا ریشه هر چه بدبختی تو این خاورمیانه است، دست این رژیم هست و ریشه داره تو این خاورمیانه. امیدوارم ریشهش خشکیده بشه و مردم واقعا بتونن یک نفس راحت بکشن و در آرامش و آسایش زندگی بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای دشتی که وقت گذاشتین و توضیحات مفیدی که فرمودید. براتون روز خوبی آرزو دارم. به همچنین برای شما و شنوندگان گرامیتون موفق و پیروز باشید. فليشهر بالدنيا والدست عفاق والدست سيفهم فليشهر في الدنيا والدست عفاق والدست الآن الآن وليس بعد الفجرات موهد فالقرى توفن شبك آخس تنبركن الآن الآن وليس بعد آتش بر نظم كهن افكن الآن الآن وليس غدا ديبور فروز وحذر بشكن وفنشب وقوف زهام أركن سر تا سر خاور بي آرام رویان ز نسیم بهاران است پوینده قله آزادی جوشش خون شهیدان است سر تا سر خاور بیارام رویان ز نسیم بهاران است پوینده قله آزادی این جوشش خون شهیدان است به گلوله دشمن پاسخته با شعله آتش خشم افشان که رها گردی تو ز بیداده این تاری کندیشان به گلوله دشمن پاسخته با آتش خشم افشان که رها گردی تو ز بیداده این تاری کندیشان سیفون فلیوش هر
الدنيا وتسقى أبواب تسقى توفان شو کاخ ستم برکن آتش بر نظم کهن افکن دیوار هراس و هزار بشکن توفان شو کاخ ستم برکن